امکان گوش سپردن به سمفونی کیهان. ناسا به تازگی ویدیوهایی منتشر کرده که در آنها اطلاعات دریافت شده از اجرام و پدیده‌های کیهانی به صدا تبدیل شده که از این طریق میتوان به آوای کیهان گوش سپرد. در این تکنیک که صدا بخشی به داده ها نامیده شده، اطلاعات کلیدی مربوط به کهکشان ها، ستاره ها یا ابرهای دارای گاز کیهانی مشخص شده و سپس با توجه به مکان و دیگر ویژگی های این اجرام آسمانی صدایی برای آنها در نظر گرفته می شود. در مجموع 3 ویدئوی کوتاه با استفاده از این تکنیک ساخته شده که شامل تصویر و پخش اصوات پدیده‌ای موسوم به خوشه گلوله‌ای ابر نواختر 1987A و صحابی خرچنگ است. برای صدا بخشیدن به هر طول موج خاص در اطلاعات مربوط به اجرام آسمانی از سازهای زهی، بادی برنجی و بادی چوبی استفاده شده است. توسعه شیوه ارزان قیمت برای رفع مارگزیدگی. امروز روش‌هایی که برای درمان مارگزیدگی استفاده می‌شوند علاوه بر داشتن هزینه بالا، از لحاظ فرایند تولید نیز وقت‌گیر هستند و باید توسط افراد متخصص تجویز شوند. اکنون دانشمندان دانشگاه کوپنهاگ یک پادزهر برای درمان مارگزیدگی توسعه دادند که علاوه بر پایین بودن قیمت، می‌تواند در اکثر موارد مارگزیدگی مؤثر واقع شود. ترکیب شیمیایی به کار رفته در این درمان از پپتید ساخته شده که با خونسازی و اتصال به زهرابه‌ای کشنده مارگزیدگی را درمان می‌کند. در اجزای سازنده این زهرابه، زهر حدود 75% تمام مارهای سمی جهان وجود دارد. در صورت تجاری سازی این محصول در آینده، افراد مختلف می‌توانند آن را به همراه داشته و هنگام مارگزیدگی آن را به راحتی به محل گزش مار تزریق کنند. تولید هیدروژن و اکسیژن از آب شور مریخ. استفاده از تجزیه الکتریکی در آب فرایندی است که در آن آب به اتم‌های هیدروژن و اکسیژن تقسیم می‌شود. فضانوردان از این طریق می‌توانند در سیاره سرخ هیدروژن و اکسیژن مورد نیاز خود را تولید کنند. با این حال، استفاده از این فرایند در آب شور کارایی چندانی ندارد و همین امر عملی شدن این روش در مریخ را دشوار کرده است. به تازگی مهندسان آمریکایی یک سیستم تجزیه الکتریکی جدید توسعه داده‌اند که در آب شور هم کارایی دارد و می‌تواند در دماهای بسیار سرد مریخ نیز عملکرد مناسبی داشته باشد. به این ترتیب این دستگاه می‌تواند آب بسیار شور موجود در سیاره مریخ را به هیدروژن برای تولید سوخت و اکسیژن قابل تنفس تبدیل کند. کشف شباهت زندگی اجتماعی انسان و زنبور عسل. محققان آمریکایی در تحقیقات جدید خود به شباهت غیرمنتظره و بسیار جالب میان زندگی اجتماعی انسان‌ها و زنبورهای عسل پی بردند. در این مطالعه زندگی اجتماعی زنبورهای عسل و چگونگی تغییر آن در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. طبق این بررسی‌ها، میزان زمانی که زنبورهای عسل در ارتباطات اجتماعی خود با یک زنبور دیگر صرف می‌کنند بسیار متفاوت است. به طور مثال، برخی زنبورها ترجیح می‌دهند زمان بسیار بیشتری را با یک زنبور خاص صرف کنند. برخی از آنها هم با دور شدن از یک زنبور به سوی زنبورهای دیگر می‌روند. محققان رفتار این حشره را به رفتار اجتماعی انسان‌ها تشبیه کردند که در آن انسان‌ها ترجیح می‌دهند به جای افراد غریبه زمان بیشتری را با دوستان و اعضای خانواده خود سپری کنند. پیشبینی آلزایمر با هوش مصنوعی. محققان آمریکایی یک مدل هوش مصنوعی را توسعه دادند که می‌تواند با بررسی شبکیه چشم احتمال ابتلا به آلزایمر را پیش‌بینی کند. در این روش، یک نرم‌افزار هوش مصنوعی ساختار شبکیه و عروق خونی چشم را که با تغییرات شناختی مرتبط هستند مورد بررسی قرار می‌دهد. آزمایش‌های کنونی تایید آلزایمر می‌توانند تهاجمی، پرهزینه و خطرناک باشند، اما استفاده از هوش مصنوعی در پیش‌بینی این بیماری غیر تهاجمی و کم هزینه است. برای توسعه این نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی از روش یادگیری ماشینی استفاده شده است.